بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همه رفقای خفن خودم که امسال به جمع ما اضافه شدن و قراره که با هم دیگه تیزهوشانمون رو و نمونه دولتیمون رو بهتر کنیم. خب رفقا، امروز جلسه اول آموزشی ماه و قراره فصل یک ریاضیات نهم رو با هم دیگه استارت بزنیم. یه چیزی که وجود داره، خب شاید خیلی ها سوال این باشه که آقا مثلا تیزهوشان یه سری چیزا از هشتم هم میخواد بیاد. ببینید کل هشتم نمیاد، اینا من اول بهتون بگم. درسته حالا مثلا میگن کل هشتم میاد، ولی خب تا حالا ندیدیم جداگونه مجزا از هشتم سوال بدن. هشتم یه فصل خیلی مهم داره که اونم نه جداگونه بلکه ترکیبی با نهم ازش سوال میدن، اونم فصل دایره است. خب فصل دایره از هشتم که من اونو مجزا مورد بررسی قرار میدم، خیالتون راحت باشه از این بابت، و حتی براتون بانک تست هم قرار میدم، حتی آموزشش هم براتون میذارم که استفاده بکنید. پس چیزایی که از هشتم قراره بیاد پیش نیاز نهمه خیلیاش. من اینجا خیلیا رو بهتون میگم. به طور مثال من وقتی قراره تو فصل چهارمون بیام به شما توان و این حرفا بگم، خب از اون ور میام یه ذره یادآوری از توان از هشتم بهتون میگم که بدونید باید چیکار کنید، یا مثلا میخوام عدد رادیکالیو بگم یه ذره از اون ور داریم. خیالتون از این بابت راحت باشه، زیاد نگرانی بابتش نداشته باشید. ما همه چیزو اینجا بهتون میگیم، یعنی در پایان این دوره شما هر آن چیزی که در آزمون‌های مختلف میخواد بیاد و یاد گرفتید. فقط کافیه مو به مو با من جلو بیایید و بریم جلو که بهتره کنیم. خب میریم سراغ بخش اولمون. بچه ها این فصلی که ما تو فصل یک ریاضیات نهممون داریم اسمش مجموعه ها و احتماله. خب کاملا این قسمت مجموعه هاش برای شما جدیده، خب چون نداشتیم تا الان، ولی خب احتمالش اوکی بوده دیگه، یعنی ما تقریبا از دوم ابتدایی با پرتاب سکه و فلان و این حرفا با احتمال آشنا شدیم. هفتم هم داشتیم، هشتم هم فصل آخرش داشتیم. احتماله چیز جدیدی نیست براتون. خب منتها از این ور این بحث مجموعه ها و نمایش مجموعه ها و مجموعه ها چی هست و چی نیستش کاملا براتون جدیده. پس خوب با من بیاید جلو تا یاد بگیرید، و معمولا هم یک دو بعضی وقتا هم سه تا تست تو آزمون نمونه دولتی داره، همیشه یه تست تو آزمون تیزهوشان داشته. پس با خوب گوش دادنش به این خوب گوش دادن این بس کامل خودتون رو آماده کنید برای اینکه یکی دو تستتون رو از همین الان قطعی کنید. بریم با هم دیگه سراغ بحث مجموعه ها. خب قسمت اول چی گفته؟ آقا معرفی مجموعه. معرفی مجموعه چی میگه؟ میگه دسته ای از اشیاء مشخص، ببین اشیاء مشخص و دو به دو متمایز که دارای خصوصیات مشابه باشند را مجموعه میگن. بچه ها یه سری چیزا هستن یه خصوصیات یکسانی دارن، ما اینا رو میتونیم بندازیم یه جا بگیم اینا یه مجموعه رو تشکیل میدن. مثلا چی؟ مثلا بگیم آقا مجموعه گلهای قرمز. درست شد؟ شما الان ازت بپرسم خصوصیت این مجموعه چیه؟ میگید آقا همشون گلهای قرمزن. دیگه توی این مجموعه گل سفید تو نمیتونی بذاری، چون مجموعه گلهای قرمز همشون باید یه خصوصیت مشترک رو داشته باشن. اوکی پس اولا که قابل تشخیصن، تو گلو میتونی تشخیص بدی گل چیه، قرمز بودنو میتونی تشخیص بدی، پس مجموعه گلهای قرمز میتونه برای تو یه مجموعه رو تشکیل بده. اوکی یا مثلا بگیم مجموعه اعداد فرد. خب آقا همه شما میدونید اعداد فرد چیان. خب همشون یه ویژگی دارن، فرد هستند. این وسط تو نمیتونی تو مجموعه اعداد فرد ده بذاری، چرا؟ چون زوجه. اوکی پس این میشه مجموعه، یه دسته از اشیا یا هر چیزی که یه خصوصیت مشترک داشته باشن و قابل تشخیص و قابل جداسازی باشن. حالا جلوتر در مورد اینا صحبت میکنیم. خب یه بخش خیلی مهم عضو مجموعه است. ببینید بچه ها مجموعه رو چجوری نمایش میدن ما اینجا داشته باشیم. ببینید اول اینکه مجموعه ها رو با حروف بزرگ انگلیسی نمایش میدن، حروف بزرگ، اینجا یه بزرگ رو بذاریم. خب مثلا میگن مجموعه آ و اعضا رو میریزن داخل یه آکولاد. مثلا میگه آقا
مجموعه اعداد فرد رو اینطوری نشون میدیم. یا کلات میذاریم 1 3 5 7. حالا مجموع اعداد فرد یک رقمی میشه این. خب این میشه مجموع اعداد فرد یک رقمی. اوکی، الان اینجا تو مثلا 6 نمیبینی چون فردها رو میخوام. پس اینطوری نمایش میدیم مجموعه رو، آکولات میذاریم، هر کیو میخوایم میندازیم اون تو. آقا مجموعه نمیدونم اعداد کوچیکتر از 5 میشه 1 2 3 4، یا آکولات برمیداری همه رو میندازی اون تو. حالا این اعداد رو میبینی، این چیزهایی که اینجا هستن نمیبینی، به اینا میگن عضو مجموعه. اگر یه کسی یه چیزی عضو یه مجموعه باشه با این علامت نشون میدن. میبینید این علامتی که توی چشم پزشکی ها شاید دیده باشید. اگر نباشه اون علامت ها رو میذارن روش یه خط میزنن. خب مثلا بیایید بریم اینجا این نوتایی که جداگونه مینویسم هم جداگونه براتون گذاشتم فایلشو دیگه. آقا ما بیایم اینجا بنویسیم فصل 1. ببینید الان مثلا ما یه مجموعه داریم 5 9 11 17 مثلا، همینطوری عشقی نوشتم یه مجموعه. خب من الان اینجا میگم آقا 5 عضو آ هستش. ببین اینن همینو برش میداری ها، اینن 5، آقا 5 عضو آه، هیچ چیزی بهش اضافه نمی کنی، نمیای بگی خب این عضو آه. نه همچین چیزی ما نداریم. ما اینجا آکولات 5 نمی بینیم، 5 خالی، 5 خالص. اوکی الان میگیم 11 عضو آ هست، ولی مثلا میگیم 10 عضو آ هست یا نیست. آقا شما اینجا 10 میبینید؟ نه، چون 10 عضوش نیست میگیم 10 عضوش نیست. کلا نبودن تو ریاضی هم اینطوریه، مثلا علامت عمود بودن اینه، میگه دو تا چیز اگر عمود باشن اینه، علامت عمود نبودن اینه، یه خط میکشه روش. اوکی این موارد وجود داره. خب پس این عضو بودن و عضو نبودن که با همچین چیزهایی نمایش داده میشه. بریم این قسمت، بریم بالا. خب الان اینجا هم حالا گفتیم دیگه، توجه داشته باشید که در این مجموعه 2 عضو مجموعه است ولی 4 نیست. می نویسیم 2 عضو مجموعه است ولی 4 عضو مجموعه نیست. خب حالا یه سری نکات بهتون بگم. آقا اصلا چه چیزایی میتونن مجموعه تشکیل بدن؟ چون یه تیپ سوالاتی که داریم میگه فلان چیز مجموعه هست یا نیست، فلانی مجموعه است یا نه، بگو به ما. خب نکات رو میخوایم با هم دیگه بررسی بکنیم. بچه‌ها مهمترین نکته‌ای که در مورد مجموعه است اینه که باید کاملا مشخص باشن، کاملا مشخص باشن تا عضویت سلیقه‌ای نباشه. بچه‌ها قسمت مهم کار همینه ها، تا عضویت سلیقه‌ای نباشه. هر وقت تو هر چیزی حس کردی سلیقه اومد وسط، شد دل بخواهی، اونجا دیگه ما مجموعه نداریم. یعنی چی؟ یعنی مثلا من میام تو کلاس شما، به معلم میگم که من به عنوان ناظم، به معلم میگم 5 دانش آموز خوب رو بفرست بیرون. خب من اگر برم سر کلاس ریاضی به معلم ریاضی بگم 5 دانش آموز خوب رو بفرست بیرون، یه در رو میفرسته، 5 که خودش دوست داره رو میفرسته. برم سر کلاس فارسی یه 5 دیگر رو میفرسته. برم سر کلاس نرم هنر یه 5 دیگر رو میفرسته. چرا؟ چرا این 5 متفاوتن؟ چون معلم ها دارن سلیقه‌ای عمل میکنن و دست اونا هم نیست، چیزی که من خواستم سلیقه‌ایه. پس ما نمیتونیم یه مجموعه واحد داشته باشیم. اوکی خب آقا چجوری درستش کنیم؟ فرض کن من برم سر کلاس مشخص کنم، بگم آقای معلم ریاضی
لطفاً 5 تا از یا مثلا حالا تعداد بگم، برم بگم آقا دانش آموزایی که قدشون بالای 160 رو بفرست بیرون. الان معلم ریاضی میتونه یه 150 رو بفرسته بیرون؟ یه 140 رو بفرسته بیرون؟ نه. یا افرادی که قدشون بالای 160 بیرون. دیگه اینجا خودش هیچ سلیقه‌ای توش وجود نداره. به معلم فارسی هم مثلا کلاسش بگم، همون کلاسه ها معلمه داره عوض میشه. به معلم فارسی هم برم بگم آقا افراد بالای 160 رو بفرست بیرون، همون بچه‌ها رو میفرسته. هنر هم همون بچه‌ها رو میفرسته. چرا؟ چون کامل مشخص کردم کیا بیان. کسی نمیتونه سلیقه‌شو بیاره این وسط توی کار. درست شد؟ پس مجموعه اگر سلیقه‌ای باشه دیگه یعنی اگر یه چیزی سلیقه توش باشه مجموعه نیست. حله؟ خب اینا ها. مثلا دانش آموزان خوب کلاس یک مجموعه رو مشخص نمی‌کنه، چون خوب بودن از نظر هر کسی یه معنی داره. یکی معدل بالا، یکی اخلاق خوب، یکی نمیدونم چهره جذاب. ولی اگر به جای جمله قبلی از عبارت دانش آموزان معدل 20 کلاس، آقا معدل 20 بیا بیرون دیگه، نمی‌تونی معدل 18 رو بفرستی بیرون که. درست شد؟ این از این. آقا حالا جلوتر تست عمل می‌کنیم دیگه بذار بیشتر حرف نزنم در مورد این سلیقه‌ای بودن. ولی اینو بدونید دیگه، سلیقه‌ای بودن مهمترین چیز تو مجموعه است دیگه. نکته 3 بچه‌ها، در مجموعه تکرار عضو کار بیهوده‌ایه، چون تأثیری تو تعداد اعضای مجموعه نداره. مثلا اینجا رو نگاه کن آقا، 2 تا 3 تا 6. الان نمیگم این مجموعه 5 تا عضو داره، خب 2 تا 3 داره، چون تکرار بیهوده است. تکراری ها رو باید همیشه خط بزنی یکیشون بمونه. این مجموعه کلا یه 3 داره یه 6. اوکی، پس اومدی 10 تا مثلا 5 گذاشتی، فکر نکن 10 تا 5 داری 10 تا عضو مختلف داری. نه، تو مجموعه تکرار نداریم، کار بیهوده ای. نکته 4 میگه عضو مجموعه لزوما عضوی از مجموعه نمیشه. یعنی چی آقا؟ گیج شدیم. اینجا نگاه کن ببینید رفقا، وقتی میگیم عضو مجموعه گفتیم عیناً اون شکله. ببینید عضو اونایی که بین دو تا ویرگول قرار میگیرن، نگاه کن، 1.5 الان 1 عضو، .5 عضو، آکولات 6 خودش عضوه. خب آکولات 6 عضو مجموعه ماست. ولی بچه‌ها نه یا بگو خب آکولات 6 داریم پس 6 هم تو مجموعه B هست. نه، ما 6ی نمیبینیم تو B. اوکی، آکولات یه جوری مثل یه بسته‌بندی جدیده. تو فکر نکن این 6ه، آکولات 6 فکر کن مثلا میشه هویج. خب آکولات اومد دوره یه چیزی، کلن بازی عوض میشه دیگه، اون 6 نیست برا تو، اون هویجه، نه نه سیبه، گلابیه. خب پس آکولات 6 خودش یه عضوه دیگه، 6 عضو این مجموعه نیست. یعنی الان مثلا یه مجموعه دیگه داشته باشی، مد اینجا بشه آکولات 3 2 و آکولات 5، اینجا 3 عضو این مجموعه نیست، آکولات 3 عضوه، 2 عضوه، آکولات 5 عضوه، دیگه 5 عضو مجموعه نیست. این از این مورد. پس این شد تعریف مجموعه، عضو بودن و حالا کی عضو و کی عضو. جلوتر خوب میخواییم سوال حل کنیم. توی مجموعه های مجموعه داریم خیلی معروفه، خیلی تو سوالات مختلف مورد سوال قرار میگیره و مهمه. اسمش چیه؟ مجموعه تهی. یه مجموعه خالیه، خالی خالی خالی. خب مجموعه که هیچ عضوی نداشته باشه، تهی یعنی خالی دیگه، مجموعه که هیچ عضوی ندارد، صفر عضو، هیچی توش نیست. خب مثلا مجموعه اعداد طبیعی بین 1 تا 2. آقا ما بین 1 تا 2 عدد طبیعی داریم؟ بینشون وسطشون عدد طبیعی داریم؟ خیر. پس این میشه یه مجموعه تهی. حالا بیا اینجا، به مجموعه که هیچ عضوی نداشته باشد مجموعه تهی یا خالی میگیم و با 2 تا علامت نشونش میدیم. بچه ها
توهی رو یا یه دایره ضرب در خورده یه خط خورده نشون میدن به این صورت، یا آکولاد خالی، آکولادی که توش هیچ عضوی وجود نداره. برای مثال مجموع عدد طبیعی بین 4 تا 5 یک مجموع توهیه، چون بین 4 تا 5 عدد طبیعی نداریم که. خب تذکر خیلی مهم، خوراک طراح هاست. ببین یعنی خوراک که با این قسمت گولت بزنن، اینجا رو قشنگ هایلایت کن که بدونی. تذکر مهم بچه ها، توهی یا خود اینه یا آکولاد خالی، هر چیز دیگه ای توهی نیست. یعنی چی؟ یعنی اینجا رو نگاه، یعنی اومد بهت گفت آکولاد توهی، گفتم آکولاد دور هر چیزی که ما میشناسیم و بگیره اون چیز عوض میشه، میشه هویج. این الان یه مجموعه است، این الان یه مجموعه است که یه عضوی داره، عضوش ایشونه و ایشون هم اگر اومد تو مجموعه قرار گرفت دیگه توهی نیست اسمش. خب ایشون رو میبینی دیگه اسمش توهی نذار، بذار گلابی. خب اینو تو مجموعه ها دیدی اسمشو بذار گلابی که سوتی ندی. فرض کن یه چیز دیگه است اصلا. پس این الان یه مجموعه تک عضویه. یا اگر میان اینطوری گول میزنن میگه این توهیه. آقا صفر عضویه دیگه. صفر عضوی یعنی هیچ عضوی نداره، نه اینکه صفر عضوشه. صفر عضوی یعنی عضوی نداره، نه اینکه صفر عضوشه. اوکی؟ بازم تکرار کردم. پس این هم الان یه مجموعه تک عضویه که یه دونه عضو داره، عضو بشم صفره. نمیتونیم بگیم این الان توهیه. چیزی که خیلی باش این شما رو مثلا میان گول بزنن. پس آکولاد توهی و آکولاد صفر مجموعه تک عضوی هستن با اعضای فلان و توهی به حساب نمیان. خب آقا مجموعه های متناهی و نامتناهی چیه بچه ها؟ متناهی یعنی چی؟ متناهی یعنی چی؟ ته داره، اصطلاح خودمونی ته داره، میتونیم بشماریمش. تو این حالت در نظر بگیم مجموعه ای که تعداد عضواش قابل شمارشه. مجموعه نامتناهی چیه؟ مجموعه ای که تعداد عضواش قابل شمارش نباشه. خب مجموعه متناهی مثال بزنم، مثل اعداد طبیعی یک رقمی، آقا یک دو تا چهار پنج شش نه، تموم شد، تموم شد، قابل شمارشه. اوکی. ولی بگم مجموعه عدد زوج، مجموعه عدد زوج رو میتونی بشماری؟ خیر، خیلی زیادن. پس بگیم اینا نامتناهی هن، نمیتونی بشماری بشون. پس مجموعه متناهی مجموعه که تعداد عضواش قابل شمارشه، مجموعه نامتناهی مجموعه که تعداد عضواش قابل شمارش نباشد. این از این. آقا سه نقطه چیه؟ چون ما گفتیم همه چی رو میگیم. بچه ها اگر از یه جایی باید یه چیزی تکرار بشه و حال نشون نداشته باشیم بنویسیم، سه نقطه میذاریم دیگه. خب مثلا اینجا رو نگاه کن، یک دو سه چهار پنج شش هفت، حال نداریم همه عدد طبیعی رو بنویسیم که همه میدونن دیگه. این سه نقطه یعنی چی؟ یعنی همین روند داره تکرار میشه، یه دونه یه دونه داره میره بالا. الان مثلا اینجا مجموع عدد زوج 0 تا 200 رو میخوام بنویسم، مینویسم 0 2 4 6. آقا تا 200 که حال نداریم، نه وقت داریم، نه کاغذ داریم، نه چیزی. این وسط سه نقطه میذارم، یعنی چی؟ یعنی همین روند تکرار میشه دیگه، اینجا 8 10 فلان فلان میره بالا. این از این. بریم سراغ مثالامون. خب یه 18 تا مثال اینجا حل بکنیم با هم دیگه، 18 تا مثال با هم دیگه حل بکنیم و بریم سراغ بخش بعدیمون. خب مثال یک، گفته کدام یکی از موارد زیر مجموعه مشخص میشه. این مجموعه است دیگه. حالا بریم ببینیم چیه. سه شهر زیبای ایران، نه خدا وکیلی، سه شهر زیبای ایران از نظر هر کس متفاوت نیست، دل بخواه نیست، هر کی هر چیز دلش بخواد میتونه بگه. پس این مجموعه نیست. اعداد گویا بین 0 تا 1، اون فعلا بمونه اونجا. اعداد گویا بین 0 تا 1 مشخصه. اعداد گویا بین 0 تا 1، یکی میگه 1 دوم 1 سوم 1 چهارم به بعد، یکی میگه 1 سوم 1 چهارم 1 پنجم. پس مشخص نیست، شروعش مشخص نیست. بچه ها خیلی مهم اینه که شروع مشخص باشه، پایان مشخص باشه. این خیلی مهمه.
پس عدد گویا بین صفر تا یک نمیتونن کاری کنن. خانه های ارزان یک شهر اولاً اینو البته الان بخوایم مثلا تو ایران اینو بررسی کنیم، یه مجموعه توهیه ها، خانه ارزان نداریم. خب یه مجموعه توهی به حساب میاد و میتونیم بگیم مجموعه است. ولی حالا دیگه یه ذره علمی داریم برخورد میکنیم، میگیم آقا خانه های ارزانی یک شهر، خب ارزان بودن هر کسی نظرش یه چیزه. یکی میگه متری 50 میلیون باشه ارزونه، یکی میگه متری 20 میلیون باشه ارزونه، یکی متری 100 میلیون. پس این وسط چیه؟ سلیقه تو کاره، دل بخواهه، پس اینم نمیتونه مجموعه تشکیل بده. ولی یکی اعداد اول بزرگتر از 100، آقا کاملا مشخصه. مثلا اولین عدد تو می نویسی مثلا 101، بعد دیگه میری بالا. اولا که چی؟ مشخصه، تو نمیتونی اینجا 110 بنویسی. چرا؟ چون اولا که میدونی باید عدد اول بنویسی و شروعش هم بهت گفته بزرگتر از 100. خب اولیشو می نویسی، ادامه میدی، میری جلو. اوکی؟ حله؟ ای آقا ته نداره، عیبی نداره، جزء مجموعه های چی میشه؟ نامتناهی، مجموعه که تعداد اعضاش قابل شمارش نیست. این از این. مثال دو، کدام مجموعه متناهی و کدام مجموعه نامتناهی است؟ تست نیست بخوام گزینه بزنم، ما میخوام اینا اکثرشون بررسی کردن این حالا موارده. مجموعه پرندگان کره زمین. بچه‌ها اولا که خب پرندگان کره زمین مجموعه هن، چون پرنده پرنده است دیگه، تو نمیری مثلا فیل برداری بذاری اینجا، که همه میدونن پرنده تعریفش چیه و میشه مجموعه. و اینو میدونیم که تعدادشون خیلی زیاده. خب حالا ولی بحث اینجاست، این تعداد خیلی زیاد بودن یعنی نامتناهی؟ آقا میتونیم بریم بشمونیم، بالاخره پرنده ها یه جا تموم میشن دیگه، پرنده ها تا بی نهایت نیستن که. اگه یک نفر حال داشته باشه بشینه همه اینا رو جمع بکنه، درسته کار سختیه، درسته کار زیادیه، تموم نمیشه، خیلی زیادن، ولی بالاخره یه جای کار تموم میشه. یعنی یه بیکار بذاری پرنده ها رو جمع بکنه. پس متناهیه، یعنی این چیزا که خیلی زیاد میشه سریع فکر نکنید نامتناهیه، نه قابل شمارشه، متناهیه. نقطه های روی یک خط راست، این دیگه قابل شمارش نیست. چرا؟ چون خط راست خودش نمیدونه تهش کجاست. تو هر جا بری ادامه پیدا میکنه، خط راست ادامه داره، بی شمار روش نقطه است. اوکی؟ پس نامتناهیه. اعداد اول زوج، یه دونه عدد اول زوج داریم، یه دونه، دوه، پس متناهیه. اعداد گویا بین دو عدد 3 و 4، اعداد گویا. بچه‌ها اعداد گویا خیلی زیادن، کلن تو مسیر این بازی ها اینا میشن نامتناهی اعداد، مجموعه اعداد، اعداد گویا، اعداد گویا، اعداد صحیح، اعداد طبیعی، اعداد فلان، اینا خیلی زیادن، نامتناهی هن. بیایم اینجا، کدام یکی از گزینه های زیر یک مجموعه رو توصیف نمی کنه؟ دانش آموزان مدارس تیزوشان، کتاب های آموزنده ادبیات، شهرهای شمالی کشور، نویسندگان معاصر داستان کوتاه. کدام یکی از اینا گزینه های زیر مجموعه رو توصیف نمی کنه؟ بچه دانش آموزان مدارس تیزوشان که مشخصه، یه تعدادی، آقا 1000 تا مدرسه تیزوشان داریم، دانش آموزای اون زیادن، آقا عیبی نداره، خب مشخصن، پس این مجموعه میشه. شهرهای شمالی کشور هم مشخصه، وقتی میگه شهرهای شمالی کشور طرف نمیتونه بگه من میگم بندر عباس، بابا جنوبه. اوکی؟ پس دل بخواه نیست، شهرهای شمالی کشوره. خب نویسندگان معاصر هم که مشخصه، معاصر تازه داستان کوتاه نویس اروپا، معاصر میشه 100 سال پیش، حالا جمع کن نویسنده های 100 سال پیش رو جمع کن دیگه، آقا مشخصه دل بخواه نیستش که. ولی کتاب های آموزنده ادبیات، اصلا آموزنده از نظر هر کسی یه چیز دیگه است. یکی میگه مثلا ایرج میرزا خیلی به من خوب آموزش میده، میره اونجا هرچی فوشه یاد میگیره کتابش. یکی میگه نه من مثلا فردوسی رو دوست دارم کتابشو، نمیدونم حماسه ها رو یاد بگیرم فلان اینا. پس میشه یه چیز آموزنده بودن، میشه سلیقه. پس دیگه کتاب های آموزنده ادبیات میشه سلیقه ای، پس نمیتونه مجموعه تشکیل بده.
قلمچی 1400 بوده بچه ها. تستا و مثال ها رو آپدیت ترین حالت ممکن گذاشتیم، یعنی از نمونه دولتی های اخیر گرفته تستای خوب آزمون ها رو همه رو براتون گلچین کردیم. بریم جلوتر و تو آپدیت ها ببینید ما یه بخشی داریم بچه ها، آموزش جزوه و حل مثال هایی که اینجاه، که من سعی کردم بهترین تستا رو مثال ها رو براتون بذارم، پرتکرار ها اینا. یه قسمتی هم آپدیت جزوه است، یعنی آپدیت مطالبه که در طول سال آزمونایی که برگزار میشه و یه سری چیزایی که برگزار میشه رو براتون آپدیت مطالبشو میذارم که یاد بگیرید. مثال 4 گفته کدام یکی از مجموعه زیر؟ مجموعه مشخص نمیکنه. مجموعه شامل 6 شمارنده زوج عدد 90. آقا اینا همشون دارن در مورد شمارنده های عدد 90 صحبت میکنن. اولا که آقا شمارنده یعنی چی؟ هی داره همه این گزینه ها میگه شمارنده. بچه شمارنده همون مقسوم الیه. مقسوم الیه چیه؟ چیزایی که 90 بهشون تقسیم میشه، سازنده های 90. مثلا 90 به 1 تقسیم میشه. پس ما بیاییم شمارنده ها رو بنویسیم، مقسوم الیه ها 1. 90 به 2 هم تقسیم میشه، 90 به 3 هم تقسیم میشه، 90 به 4 تقسیم نمیشه، 90 به 5 تقسیم میشه، میشه 5 18. بذارید هم جفتاشونو بنویسم دیگه، 1 رو مینویسیم بعد 90 هم بنویسیم، 2 رو مینویسیم بعد 45 هم بنویسیم، چون 90 به 45 میخوره، 3 هم بنویسیم بعد 30 رو بنویسیم، 3 30 تا 90 تا، به 4 نمیخوره، 5 میخوره، 5 رو بزنیم بعد 18 رو بذاریم، بعد 6 به 6 میخوره، 6 بزنیم بعد از اون ور 15 رو بذاریم، میریم جلو 7 8 9 میشه یکی از مقسوم الیه‌هاش و از اون ور بعد 10 رو بذاریم، 9 10 11 12 13 14 بهش نمیخوره، 15 که اوکی، 16 هم نمیخوره، 17 18 رو نوشتیم، 19 اونم 20، از اون ورم به 30 رسیدیم، 45 هم که نوشتیم تقریبا دیگه تموم شد. خب این از این مورد مقسوم الیه‌هاش. حالا میگه مجموعه شامل 6 تا شمارنده زوجش. آقا چند تا زوج داره؟ 1 2 3 4 5 6. 6 تا شمارنده زوج داره. اینجا کسی دل بخواه نمیتونه بگه نه من میخوام 100 هم باشه. 6 تا داره، پس میشه مجموعه. پس این مجموعه هست. مجموعه شامل 3 شمارنده اول. آقا ببینیم شمارنده اول داره. بذارین زوج بودن رو پاک کنه. 2 اوله، 3 اوله، بعد 5 هم اوله. کلن 3 تا عدد اول اینجا داریم. پس مجموعه شامل 3 شمارنده اول هم مجموعه میشه. مجموعه شامل 6 شمارنده کوچکتر از 45. آقا بریم ببینیم کوچکتر از 45 هاش کیا هن؟ چند تا هن؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. آقا 6 تا شمارنده کوچکتر از 45. خب الان من میام به تو میگم آقا 6 تا شمارنده کوچکتر از 45 شو بگو. یکی میگه 1 2 3 35 مثلا 6. دوست داره دیگه 6 تا کوچکتر از 45 گفت دیگه. یکی میاد میگه نه 18 15 9 10 5 مثلا 3. پس شد دل بخواه. پس این دیگه نمیاد برای من مجموعه مشخص کنه و جوابم همینه. مجموعه شامل 6 شمارنده مضرب 5. آقا 6 شمارنده مضرب 5 هم باید بشماریم دیگه، درست شد؟ 9 45 30 10 15 5. 6 تا هم مضرب 5 داره، راحت. مضرب یعنی مثلا 5 1 5 تا، 5 2 تا 10 تا، 5 10 15 20 میشه مضرب 5. اینم از این مورد. پس تو این چیزا مهم چیه؟ سلیقه‌ای بودن یا نبودن. میگه چند مورد از موارد زیر منطقا یک مجموعه رو مشخص، مجموعه مشخص رو معرفی میکنن. دانشجویان پسر دانشکده ادبیات دانشگاه تهران که عضو تیم والیبال دختران دانشگاه هستن. آها اصلا همچین چیزی وجود داره؟ درسته هیچ عضوی نداره، هیچ پسری نداریم که عضو تیم والیبال باشه. نیاد بگید مجموعه نداریم، نه مجموعه هست
ولی یک مجموعه تهی، چون مشخص دانشجوان پسر دانشگاه ادبیات دانشگاه تهران اوکی، عضو تیم والیبال دختران باشن. خب نداریم همچین چیزی دیگه، مجموعه صفر عضویه، تمام شد. مجموعه هست ولی ها اعداد اول پنج رقمی، همه اعداد اول پنج رقمی. یه بیکار میخواد بده چینه بنویسه اولیشو پیدا کنه از اونجا به بعد بره جلو دیگه، ولی خب مشخصه اعداد اولن، پنج رقمی هم میخواد. پس اینم مجموعه هست، اینم مجموعه بود، بذاریم بغلش بزنم. مجذور مجموع دو عدد طبیعی فرد که کوچکتر از ده، مجذور مجموع دو عدد طبیعی فرد کوچکتر از ده. اولا که بذاری بهتون بگم اصلا یعنی چی مجذور، یعنی توان دو. مثلا مجذور 3 میشه 9، مجذور 5 میشه 25. مجذور یعنی به توان دو برسون. خب میگه مجذور مجموع دو عدد طبیعی فرد کوچکتر از 10. ببین مجذور مجموع عدد طبیعی فرد کوچکتر از 10 که مشخصن 1 3 5 7 9. میگه اینا رو دوتا دوتا جمع کن به توان دو برسون. 1 و 3 رو جمع کن 4، به توان دو برسون 16. 3 و 5 رو جمع کن به توان دو برسون 50. خب مشخصه 4 تا 5 عضو مشخص داره دیگه، پس مجموعه مشخص میشه دیگه. پس این هم میشه سومیش هم مجموعه. جوابهای صحیح معادله این، بچه ها این معادله جواب داره؟ اعداد وقتی به توان زوج میرسن، وقتی به توان دو میرسن مثبتن حتما. مثلا منفی 3 در منفی 3 میشه 9، 3 در 3 9، منفی 5 در منفی 5 25. پس هیچ جوابی این معادله نداره، مجموعه است. مجموع جواباش چیه؟ توهی. جوابهای صحیح این معادله تعدادی ندارن، توهی هن. پس اینم مجموعه است، ولی مجموعه بی جواب، مجموعه بدون عضو. آخری 10 ورزشکار ایران در سال 95. کی؟ بر چه ورزشی؟ من فوتبالیستا رو ورزشکار میدونم، یکی دیگه وزنه بردارا رو ورزشکار میدونه، یکی کشتیگیرا رو ورزشکار میدونه. پس شد دل بخواه، پس این دیگه مجموعه حساب نمیشه. 4 تا گزینه 4. بریم با هم دیگه سراغ مثال 6. میگه از بین عبارات زیر چند مورد معرف یک مجموعه، چند مورد مورد یه موردش وقت بزن. 3 شاعر بزرگ شیراز. خب بزرگ بودن اصلا یعنی چی؟ بزرگ از چه لحاظ؟ از لحاظ شناخته شدن، از لحاظ تعداد کتاب، از لحاظ سن، دل بخواه داره میشه. پس این مجموعه نیست. 4 عدد اول یک رقمی، 2 3 5 7، همینا هم دیگه، بیشتر نداریم که. پس هست. عددهای طبیعی بین منفی 5 و 0. آقا 0 تهشه، تازه عدد طبیعی از 1 شروع میشن. پس این توهیه، ولی مجموعه هستا، نگی نیستا، 0 عضویه، مجموعه توهیه. 4 شمارنده طبیعی عدد 15. 4 شمارنده طبیعی عدد 15. شمارنده های 15 کیان؟ 1 3 5، بعد 15. کلان 4 تا هن. پس 4 تاشون میتونن مجموعه تشکیل بدن. اگه 5 تا بود میگفتیم خب دل بخواه، هر کی هر 4 تا رو گفت. خب پس 1 3 5 15 دیگه. 3 عدد زوج متوالی. آهان اینا خیلی مهمه، 3 عدد زوج متوالی، 4 عدد فرد متوالی فلان. آقا داره میگه زوج دیگه چرا گیر میدید؟ بچه ها از کجا شروع میشه؟ من الان میرم تو ژاپن میگم 3 تا عدد زوج متوالی بگو، بچه میاد میگه 10 12 14. میرم افغانستان میگم 3 تا عدد زوج متوالی بگو، میگه 20 22 24. هیچ که غلط نمیگه، ولی هیچ کس هم یکسان میتونه نگه. چرا؟ چون دل بخواهیه، نگفته کجا شروع کن، گفته 3 عدد زوج متوالی، پس این نمیتونه مجموعه تشکیل بده. اوکی اگر بگی 3 عدد زوج متوالی با شروع از مثلا 100، میگه 100 102 104، دیگه یکی بگه 1000 میتونی با بکوبه تو پس گلش. یا آقا من بهت گفتم از اینجا شروع کن، چرا از 1000 داری شروع میکنی؟ درست شد؟
پس چند عدد فرد متوالی، چند عدد زوج متوالی با شروع از کجا، مشخص چه شروع از کجاست. پس کیا مجموعه بودن؟ ایشون و ایشون و ایشون، سه تا دونه مجموعه بودن، گزینه 3. بریم جلوتر. مثال 7 گفته کدام یک از مجموعه زیر با بقیه متفاوت است. خب متفاوت بریم ببینیم یعنی چی متفاوت. شاید تعداد اعضا، تعداد فلان، توهی بودن نبودن. مجموعه اعداد طبیعی بین منفی 1 تا منفی، خب تو منفی ها که ما نداریم، توهیه دیگه، یه مجموعه توهیه. اعداد اول زوج دو رقمی داریم؟ مثلا عدد اول زوج دو رقمی داریم؟ خیر، توهیه. ببین دیگه من 4 رو بررسی نمی‌کنم، دو تاش توهی شد و اینم میدونم که این حتما توهی نیست، آکولا توهیه، پس جواب همینه. اینجا چی؟ مجموعه عدد طبیعی بین 40 تا 50 که مضرب 13 هستن. آقا 3 13 تا 39 تا، 4 13 تا 52 تا، یعنی ما اصلا مضرب 13 بین اینا نداریم، اینم میشه توهی. 3 تا گزینه توهی، گزینه 3 رو میزنیم. بریم سراغ قلمچی 23 مهر ببینیم چی گفته. میگه کدام گزینه بیانگر یک مجموعه ناتوهی است؟ توهی نباشه دیگه، ناتوهی. خب اعداد اول زوج دو رقمی توهی. چرا وسطش رو بیان؟ پس آقا این توهیه. اعداد مرکب و منفی دو رقمی، اعداد مرکب و منفی، اعداد مرکب و منفی. بچه ها شاید خیلیاتون سوال بشه آقا مرکب ها فلان واسه منفی ها مثبت ها بود؟ آره منم نمیدونم بچه ها. خب ولی میتونیم اینا رو از تست بفهمیم. ما بعضی وقتا تو تست میتونیم سوادمون رو زیاد کنیم. آقا تا الان به ما نگفتن اعداد مرکب اول و بعد به اعداد مثبت نسبت بدیم یا منفی ها هم میشه؟ اوکی. ببین اگر اعداد مرکب و منفی داشته باشیم، خب یک رقمی هاش هم داریم دیگه، میشه مثلا منفی 3 منفی 4 ببخشید منفی 4 منفی مثلا 6 منفی 8، خب یک رقمی هاش هست. اون وقت مرکب منفی دو رقمی هم داریم دیگه، منفی 10 منفی 12. پس اون وقت این دوتا گزینه جفتشون ناتوهی میشه، درست شد؟ پس اون وقت دوتا جواب داریم، پس نمیتونیم دوتا جواب داشته باشیم که. پس ما اینجا همینجا یه چیزی یاد میگیریم که آقا این اصلا غلطه سواله، ما نداریم اصلا مرکب ها منفی نمیتونن، یعنی مرکب ها اول در مورد عدد مثبت صحبت میشه، پس مرکب منفی میشه توهی. حالا چه هزار رقمی چه یه رقمی، مرکب منفی میشه توهی. عدد زوج دو رقمی هم، اول زوج دو رقمی هم توهی. پس ستاشون توهی هم، پس هیچ کدوم ناتوهی نبودن دیگه. سوال ناتوهی میخواست، هیچ کدوم ناتوهی نبودن. تمام شد رفت. بریم سراغ بیا بالا مثال 9. خب یه چیزی این وسط بهتون بگم، یه میان برنامه. ببینید بچه ها اگر جای احتمال این که من سوتی بدم خیلی هست، خب طبیعیه دیگه، پشت هم داریم ضبط میکنیم ویدیوها رو، بعضی وقتا شاید تو محاسبات سوتی بدم، بعضی وقتا تو یه سری چیزا نوشتن، ذهن یاری نکنه سوتی بدیم. حتما خواهشی که ازتون دارم اینا رو یه جا یادداشت کنید، به ما اطلاع بدید، ممنون میشم ازتون، حتما این مورد رو به ما بگید. و مورد بعدی، هر جا سوال پیش اومد برات، خب یعنی الان داری ویدیو رو میبینی، آقا سر این گزینه سوال برات پیش اومد، سر این سوال سوال برات پیش اومد، نفهمیدی، توضیح من کامل نبود برات، مشکل ایجاد شد، پیام بده پشتیبانت بهت کمک کنه. ما اینجا پشتیبانی آنلاین داریم. خب سوال میفرستی، آدرس سوال میفرستی از کجاست، تا پشتیبانت به بهترین صورت بتونه کمکت کنه. بریم با هم دیگه سراغ مثال 9 ببینیم چی میگه. قلمچی مهر 1400 میگه مجموعه این کدام یکی از مجموعه زیر را نمایش میدهد؟ 1 3 5 7 تا 101. بچه قبول دارید عدد فردن؟ عدد فرد در 1 تا 101. خب بریم ببینیم چه خبره. عدد اول کوچیک‌تر از 102. عدد اولن 1 داره. چجوری اولن؟ مجموع عدد طبیعی کوچیک‌تر از 102. آیا همه اعداد مگه نوشته که طبیعی ها باشن؟ 2 کوبه، 4 کو، اگه طبیعیه نمیدونم 6 کو. پس اونم نیست. گزینه 3. مجموع اعداد طبیعی فرد کوچیک‌تر از 102. آفرین. داره درست میگه. مجموع عدد فرد بین. بچه وقتی میگه بین، بین، بین یعنی چی؟ یعنی خودشون نیستن. خب مثلا
دیگه مثلا نداره که وقتی داره میگه بین یعنی خودشون نیستن دیگه. آقا بین اینا میشه 3 تا 99، اونجا یک هم داره 101 هم داره. پس اعداد طبیعی فرد کوچیکتر از 102 هن. آقا تا 101 رفتیم، جلوتر هم نرفتیم. ببینیم بدون قلم بعضی چیزا رو میشه زد رفت. خب بریم مثال 10. خب یه دونه از این سوالا نمونه دولتی هم داده بود پارسال، سال 1400 نمونه دولتی داده بود. مجموعه فلان چند عضو دارد؟ بچه‌ها مهمتر این نکته ای که تکرار عضو کار بیهوده ای خیلی مهمه. اینجا رو نگاه کن، ما یه آ داریم، اوکی، میخوام بازسازی کنم مجموعه آ رو. یه آ داریم، یه آکولاد آ داریم. اینجا دیگه آکولاد دوتا آ نیست بچه‌ها، دوتا آ میشه یه دونه آ، انگار دوباره میشه آکولاد آ. حالا اینجا آکولاد 3 تا آ داریم، گفتیم تکرار نداریم، دوباره میشه آکولاد آ. پس الان دوباره این مجموعه چی شد؟ انگار 3 تا عضو یکسان داره که این 3 تا عضو یکسانش هم خط میذاریم، دوتاشو یکیش بمونه. پس این مجموعه کلن الان یه آ داره یا آکولاد آ داره، تموم شد رفت، درست شد؟ یه آ یا آکولاد آ، 2 تا عضو داره و جواب میشه گزینه دوم. پس حواستون به تکرارها باشه، اتفاقی که توی تست بعدی هم افتاده. ببینید چقدر تکرار براشون مهمه و سوال ازش میسازن. مجموعه فلان، بچه ها اینا رو باید حساب کنیم ببینیم چی به چی. مجموعه آ یه 1 داره، آکولاد 2 به توان 0، هر عددی به توان 0 میشه 1 به غیر خود 0 که مبهمه. صفر توان صفر مبهمه، سال 11-12 یاد میگیرید ایشالله چرا. پس هر عددی به توان صفر میشه 1، اثباتش هم بعدم میگم چرا. پس این الان 2 به توان 0، این الان آکولاد 1ه، این آکولاد 1 و 1ه، این آکولاد همش 1ه. قبول دارید شد مثل سوال بالا؟ اینا همه 1ی هن، یعنی این الان میشه آکولاد 1، اضافه های اینو خط بزنی اینم آکولاد 1، اضافه های اینم خط بزنی آکولاد 1. یعنی الان اینجا یه 1 داریم، 3 تا آکولاد 1 که خود اینا هم میشن اضافه، پس یه 1 داریم یه آکولاد 1. خب مجموعه ها 4 عضو دارد، خیر. 2 عضو آه، خیر، اصلا 2 نداریم، اینا همه توان صفر دارن. مجموعه آ بیش از 1 عضو دارد، بله. مجموعه آ 1 عضو دارد، خیر، بیش از 1 عضو داره چون 2 عضو داره. جواب میشه گزینه سوم. حله. بریم با هم دیگه سراغ مثال 12. میگه تعداد اعضای هر مجموعه رو مشخص کنید. خب گزینه 1 که 3 تا چیز متفاوت داره دیگه. گزینه 2، یه 2 دارم، آکولاد 2، آکولاد 2، پس یکیش اضافیه، آکولاد آکولاد 2. آقا این اصلا خودش یه چیز جدیدیه، آکولاد آکولاد 2، هر آکولاد آدمو عوض میکنه، دوتا آکولاد اومده خیلی عوضش میکنه. خب پس اینم 3 عضو داره. اینجا یه دونه گلاب، گفتم توهی بیاد تو مجموعه میگیم گلابی، یه گلابی دارم، یه 0 دارم، اینم همون توی خودمونه، آکولاد خالی همون گلابی خودمونه، پس اینو این یکی هن، اینو خط میزنم توهیه دیگه. آکولاد 0 دارم، آکولاد توهی دارم، هیچ فرقی هم با هیچ دیگه یکسان نیستن. پس یه گلابی یه 0، اینجا هم گلابی میشد، خط زدم یه آکولاد 0 یا آکولاد 4 روز داره. ایشون به تعداد آکولاداش نگاه نکن، این کلن یه عضوه، آکولاد 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 3، یک عضو داره. پس مثال 12 حل کردنی بود، گزینه نبود و این اعضاش رو مشخص کردیم. بریم با هم دیگه سراغ مثال 13. گفته که کدام مجموعه دو عضوی نیست. خب بریم ببینیم تعداد اعضا چیه دیگه، کدوم یکی با این که فرق داره. خب آقا اولی یه هویج داره، یه آکولاد هویج، حالا اینجا یه آکولاد کم داره، تایپیست عزیزمون یه آکولاد کم گذاشته. خب یه هویج داریم، یه آکولاد آکولاد هویج. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ خب دو تا عضو مختلف داریم،
اینجا یه آکولاد هویج، یه آکولاد هویج، خب یکیش تکراریه، یه آکولاد آکولاد هویج شد مثل اون یکی، پس دو عضویه. اینجا ببین این دوتا شبیه همن، یه خط بیزنیم روی یکیشون، این میشه آکولاد هویج، این هم میشه آکولاد هویج، جفتشون که یکی هم پس دو عضو نیستن دیگه، این هم که خط بزنه میمونه یک عضو. تست رو اینجا زدیم رفت دیگه، درسته؟ چون این هم دو عضویه، یه هویج داره یه دونم گنده داره دیگه، حالا آکولاد دوباره توش یه هویج داره یه آکولاد داره. مهم اون آکولاد دورشه که یه عضو برای ما مشخص میکنه و میشه دو عضوی. پس گزینه‌ای که می‌خواستیم میشه گزینه اول ما. بریم سراغ مثال 14مون. این چیزو میزنید بیاد رو ویدیو من. مثال 14مون گفته که درستی یا نادرستی موارد زیر را با توجه به مجموعه داده شده مشخص کنید. خب بریم ببینیم اینجا یه سری مجموعه داده، گفته که بگید کدوم هست کدوم نیست و این حرفا. اولیش آقا اول اینا رو بذار ساده کنیم، خیال خودمون راحت بکنیم، این حساب کتابای اینا رو انجام بدیم، مجموعه آ رو یه مجموعه ساده شده کنیم. آقا منفی دو به توان سه، بچه ها منفی دو به توان سه، حالا تو فصل توان آموزش میبینیم اولویت اول با توانه، اولویت ها رو یادآوری کنیم، پرانتز بود اولا که میریم تو پرانتز و فلان و این حرفا، تو محاسبات اولویت با توانه، بعد از حالا پرانتز، پرانتز توان ضرب و تقسیم جمع و تفریق. خب وقتی میگه منفی دو به توان سه، منفی داره ضرب میشه، نمیتونی بگی منفی بیا تو دو ضرب بشه، بشه منفی دو حالا به توان برسونم. خب بذار اینو مرسم واسه شرحش بدم، شرح ماجرا. ببینید ما یه دونه داریم منفی دو به توان سه، یه دونه داریم منفی دو به توان سه. خب این کل این پرانتزه، کل این پرانتزه قراره به توان سه برسه، چون اولویت با پرانتز میریم تو پرانتز میریم یه منفی دو، حالا این پرانتزه میخواد به توان سه برسه. خب ولی اینجا ببین این منفی میخواد تو دو ضرب بشه، دو هم میخواد به توان برسه. خب گفتیم اولویت با توانه، یعنی اول این به توان میرسه، دو به توان سه که میشه هشت، حالا منفی میاد توش ضرب میشه، میشه منفی هشت. درست شد؟ حواستون باشه از این موارد و اینا زیاد داریم، ایشالله تو فصل توانم مفصلا در موردشون صحبت میکنیم. و تیزهوشان 99 هم اگه اشتباه نکنم اصلا یه سوال داشت همین اولویت ها، فقط این که بفهمید اولویت ها چی به چیه. خب اولویت های محاسبات، پس حواستون باشه اولویت با پرانتزه، بعدش حالا با ضرب و تقسیم از سمت چپ شروع میکنیم و میریم جلو. حالا اینجا یه منفی 8 پس داریم، منهای 1 میشه منهای 9 منفی، خب رادیکالش شده 1 میشه 9، منفی 9 تقسیم بر 3 میشه منفی 3، و منفی 2 دیگه کن دیگه اینجا تو پرانتزه، منفی 2 به توان 4، اول با پرانتز منفی 2 به توان 4 16، منفی 2 به توان 4 هم میشه 16. بچه ها توانه دو رو باید تا 10 بلد باشید، دو به توانه 1، دو به توانه 2 تا 10 که میشه 1024. خب این مشخص شد، اینم مشخص شد، بریم ببینیم دنیا دست کیه دیگه. در مورد A میگه یا 7 عضو بشه، 7 داره، خیر. آیا منفی 3 عضو بشه؟ بله. آیا 16 عضو بشه؟ بله، ولی میگه عضوش نیست پس داره غلط میگه. آیا منفی 16 عضو بشه؟ خیر. میبینی این 16 عضو بشه یا منفی 16 عضو بشه به خاطر این سوتی این قسمت گذاشته. خیلی اینجا منفی رو نگه میدارن، دو رو به توان 4 میرسونن میشه 16، میشه منفی 16. بعد میگه منفی 16 عضو ها هست دیگه، نه، اولویت با پرانتز. در مورد مجموعه ب، مجموعه ب الف میگه آیا عضو این تیپی داریم؟ آکولات. یه توهی و آکولات توهی. خب آیا ببین بچه‌ها وقتی میگه عضو، عضو
یعنی عیناً همونو ببینی. الان نگاه کن، ما عیناً منفی 3 رو دیدیم، پس عضوه. عیناً بدون هیچ کم و کسری یا اضافه جاتی، خود همون چیزو باید ببینیم. خب آقا، الف همچین چیزی میبینید؟ آکولاد یه توهی و آکولاد توهی نداریم، همچین چیزی نداریم. ما اینجا یه شیش داریم، یه آکولاد شیش داریم، یه دونه آکولاد شیش و آکولاد شیش و سه داریم، یعنی این آکولاد گنده توش یه شیش و آکولاد شیش و سه هست، یه توهی داریم و یه آکولاد توهی، یعنی کلن پنج عضو داریم که اینا هن. اصلا اون نیست توش. به چی میگه؟ پس این نبود. سه عضو بیه، سه داریم، ببین شیش آکولاد شیش توهی آکولاد توهی، سه عضو عضوه، یعنی سه عضو اینه، سوتی ندیم، پس سه هم نیست. آکولاد شیش و آکولاد شیش و سه میگه عضو به نیست. بابا اینها به این گندگی، به این گندگی اینجاست. آکولاد شیش و آکولاد شیش و سه عضوه، چرا میگه عضو نیست؟ داری غلط میگی، داری غلط میگی. ته توهی عضو بیه؟ بله اینها شش. ای آقا این شکلی این شکلی فرق نداره، توهی توهی دیگه، حالا چه اون چه این. خب سه میگه آکولاد شیش عضو بی نیست، بابا داره چرت میگه دیگه ایناش. آکولاد شیش جیم، آکولاد شیش عضو بی نیست، بله نداریم، آکولاد شیش نداریم. ببین اینن آکولاد شیش من نمیبینم اینجا، تمومه، اینشو باید ببینی، نمیبینی نیست، تموم شد رفت. بریم سراغ مثال 15. میگه کدام عبارت در مورد مجموعه این صحیح میباشد؟ آب دو تا متغیرن، هر چیزی میتونن باشن. میگه این حداقل 2 و حد اکثر 5 عضو داره. خب ببینید رفقا، اولا که یک و یک تکراری ان، پس این مجموعه چیه؟ همچین چیزیه. پس این اصلا نمیتونه حد اکثر 5 عضو داشته باشه، پس حد اکثر 5 عضو خدافظ. بعد این میگه در هر شرایطی 5 عضو دارد، این هم خدافظ، اصلا بدون اینکه چیزی، یعنی فقط با همون تکرار عضو یک میتونیم کارو نابود کنیم. خب حالا چرا حداقل 2 عضو و حد اکثر؟ خب حد اکثر که 4 عضو، A B 1 2 دیگه، بیشتر از این که نمیتونه بشه. چرا حداقل 2 عضو؟ چرا در کمترین حالت این 2 عضو داره؟ چرا؟ ممکنه آبی جفتشون یک باشن. اگر آبی جفتشون یک باشن، خب اینا میشن تکراری، فقط یک و دو میمونه. آقا ممکنه آبی جفتشون دو باشن، اگر بشن دو، دوباره میشن تکراری، فقط یک و دو میمونه. پس در بدترین حالت ممکن، در بدترین حالت ممکن دو عضو داریم، حداقل دو عضو. و در بهترین حالت اینه که ای و بی فرق کنن، مثلا این پنج باشه اون شیش، اونم یک، اون دو بشه چهار عضو، میشه گزینه یه سوم. از قلمچی بعید بود همچین گزینه‌ای بذاره، یعنی همه رو بیاد حد اکثر 5 عضو توشون بذاره، ولی خب بعضی وقتا رخ میده و ما هم از فرصت سوء استفاده میکنیم برای حل تستمون. بیایم اینجا، میگه در کدام مجموعه چنانچه دو عضو دلخواه رو انتخاب کنیم، یکی عضو دیگری است. بچه‌ها دو تا عضو گذاشته، میگه هر کدوم انتخاب کنی یکی عضو اون یکیه، دو تا عضو انتخاب میکنیم. خب الان گزینه اول رو نگاه کن، من اگر آ و ب رو انتخاب کنم، آیا آ عضو بیه؟ خیر، پس گزینه یک اینطوری نیست. بیا اینجا، اینجا ما یکی یه عضو داریم، یه یک داریم، یا آکولاد یک داریم، یه آکولاد یک و آکولاد یک و فلان. اگر من بیام اینو انتخاب بکنم، اگر من بیام اینو انتخاب یک رو انتخاب بکنم، توی آکولاد یک هست، چنانچه دو عضو انتخاب کنم یکی عضو دیگریه. اگر یک این دوتا رو انتخاب بکنم، خب یک عضو اینه. اگر این دوتا رو انتخاب بکنم، خب آکولاد یک تو این هست. اگر این دوتا رو انتخاب بکنم، بازم یک تو این هست.
پس گزینه‌ای که هر دوتا رو انتخاب بکنم یکیش تو اون یکی هم هست، گزینه دوه. خب گزینه دیگه هم بررسی میکنم و همینطوری رد نمیشیم از روش. الان اگر من اینجا آبی رو انتخاب بکنم، آیا آکولاد آ داریم تو این یا آکولاد بی داریم تو این؟ خیر، مثل گزینه یش حذف میشه. یا اینجا هم همینه، اگر من اینو انتخاب بکنم توی این مگه ما آکولاد دو داریم؟ نه، یا یک و دو داریم، آکولاد دو نداریم که. پس همون تنها گزینه ای که اگر هر دو عضوی رو انتخاب بکنی یکیش تو اون یکی هست میشه گزینه دوم. الان این دوتا رو انتخاب کنی یک داره، این دوتا رو انتخاب کنی آکولاد یک داره، این دوتا رو انتخاب کنی دوباره یک و داره، پس جواب میشه گزینه دوم. بریم سراغ مثال 17. گفته بین 1 تا 3000 چند تا عدد طبیعی وجود دارد که مضرب 11 باشد ولی مضرب 5 نباشه. خب بچه ها مضرب 11 یعنی یه چیزی ضربه در 11 کنیم یه چی تولید شه. مثلا میشه 11 22 33 44 55 66 77 الی ابد تا برسیم به 3000. خب بحث ما الان اینجاست، میگه میخوام مضرب 11 باشه ولی مضرب 5 نباشه، مضرب 11 باشه ولی مضرب 5 نباشه، یعنی کدوما رو نمیخواد؟ آفرین، مضرب 50 و 50 رو نمیخواد. الان اینو نمیخواد، بذار برم جلوتر این نوشتنمو. 77 88 99 بعد 110. میبینی اینا رو الان نمیخواد، 55 رو نمیخواد، 110 رو نمیخواد، چون مضرب 50 شن. پس مضارب 11 ولی مضارب 55 رو ازش کم بکنیم. میخوام یه روش بهتون بگم، یه روش کولاک که بتونید تعداد مضارب رو بشمارید. آقا چند تا الان مضرب 11 تو این دارم، چند تا مضرب 5 تو این دارم، چند تا مضرب 55 تو این دارم. بچه ها خوب یاد بگیرید، اگر اومد بهتون گفت مثلا از 1 تا 100 خب چند تا عدد داریم مضرب مثلا 4 100 رو تقسیم بر 4 میکنیم میشه 25 تا عدد مضرب 4 8 12 فلان. اگه گفت چند تا عدد داریم مضرب 6 خب 100 رو تقسیم بر 6 میکنی میشه 1 6 تا 6 تا 4 میاد 6 6 تا 36 تا. آقا تموم نمیشه این تقسیمه که، چون اصلا 100 به 6 نمیخوره. اوکی، همین میشه تعداد اعدادی که به 6 بخش وزیرن، مضرب 6 ها 6 12 18 24 30 اینا. لزوما نباید تموم شه که، ما میخوایم تعداد بشماریم. اوکی، پس الان اون ور ما دنبال چیم؟ مضرب 11 ها و مضرب 55 رو میخوایم ازش کم کنیم. خب تو 3000 میخوام ببینم چند تا مضرب 11 دارم، تقسیم میکنم 30 به 11 1 2 ببخشید 22 اینجا میشه 8 0 میاد میشه 7 7 11 تا 70 اینجا 3 میاد یه 0 هم میاد میشه 30 دوباره میشه این دیگه تموم میشه. پس 272 تا عدد دارم به 11 میخوره، یعنی از 1 تا 3000 272 تا عدد طبیعی دارم که مضرب 11. حالا کیا رو دوست ندارم از این 272 تا؟ اونایی که مضرب 55 هن. پس بیا ببینیم تو 3000 چند تا مضرب 55 داریم که ما دوستشون نداریم. خب 300 تا رو جدا میکنیم، 6 تا که میزنه بالا 5 تا 5 5 تا 25 تا دو تا داریم، 5 5 تا 25 تا دو تا 275 تا 275 تا از 300 کم بکنیم میشه 25 تا، یه صفر میاد اینجا دیگه، اینجا 4 تا بهش میخوره، 4 تا 20 4 5 تا 20 تا دو تا داریم، 4 5 تا 20 تا دو تا، اینم از اینجا دیگه تموم. پس 54 تا هم عدد داریم که به 55 میخورن و اینا رو ما دوست نداریم. اینا تو اینا انا ببین، اینا کل عددی که به 11 میخورن، اینا اونایی که به 55 هم میخورن، ما اینا رو دوست نداریم. 272 رو منهای 54 میکنیم، 12 تا 4 تاش بره 8 تا، 6 تا 5 تاش بره این دیگه چون به اون داده رفته دیگه یکی، اینم 218 تا. اوکی، جواب میشه گزینه دوم نمونه دولتی 400 تا.
تهران هم بودش. بریم سراغ آخرین مثال از مجموعه ها و معرفی مجموعه ها و فلان و این حرفا و بعدش میخوایم بریم سراغ مجموعه های مساوی. این آخرین سوال این بخشمونه. میگه اگر آیک یک، مجموعه آیک توش یه دونه یک داره، آدو دو سه چهار، آسه فلان، آچهار فلان باشند، این الگو هم برای همه وجود داشته باشه، در حالتی که اعضای مجموعه آ13 رو بنویسیم، آ13 رو 13مین عدد آ13 کیه؟ اول بریم الگوه رو پیدا بکنیم. خب ببینید بچه ها، مجموعه اولتون چند تا عضو داره؟ یکی. مجموعه دومتون چند تا عضو داره؟ سه تا. مجموعه سومتون چند تا عضو داره؟ پنج تا. مجموعه چهارمتون چند تا عضو داره؟ هفت تا. آهان، به نظرم الگو رو فهمیدید. هر مجموعه تعداد اعضاش به چی ربط داره؟ اعداد فرد. مجموعه اول یکی، مجموعه دوم دومین عدد فرد، مجموعه سوم اندازه سومین عدد فرد عضو داره، مجموعه چهارم اندازه چهارمین عدد فرد و همینطوری میره جلو. درست شد؟ پس مجموعه 13 اندازه 13مین عدد فرد توش عدد داره. اوکی؟ خب بیایم ببینیم چی میشه. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. A13 25 تا عضو داره. درست شد؟ این از این. کیو میخواد؟ 13مین عضوشو میخوایم. ما میخوایم ببینیم اعداد از کجا شروع میشن تا کجا میرن، یعنی شروعشون با چه عددیه، پایانشون با چه عددیه. خب پایان رو راحت میتونیم پیدا کنیم. پایان مجموع اعداد فرده. اینجا رو نگاه کن، اولی مگه یک نیست؟ الان اینجا آقا آخری این میشه جمع یک سه، آخری این میشه جمع اعداد فرد قبلش، آخری چهار میشه جمع. یه جور دیگه بهتون بگم، یه جور دیگه، یک آخرین عددش چیه؟ یک به توان دو. دو آخرین عددش چیه؟ دو به توان دو. سه آخرین عددش چیه؟ سه به توان دو. چهار آخرین عددش چیه؟ چهار به توان دو. خب مجموعه آ12 آخرین عددش چیه؟ 144. مجموعه آ12 آخرین عددش 144ه. درسته؟ خب آ13 پس با کی شروع میشه؟ 145 میره جلو. تا کجا؟ آ13 آخرش چیه؟ 13 به توان 2 دیگه، میره تا 169. پس شروع آ13 با 145، پایان 169. سوال چی خواسته؟ 13مین عضو اینو خواسته. خب 13مین عضو اولیش چیه؟ 145 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57. 13مین عددی که این وسط هست 157. جواب میشه گزینه دوم. این سبک سوال که معمولا قلمچی هم خیلی دوستش داره، خیلی پرتکراره تو آزمون قلمچی. خب الگو میاد بهتون میده. حالا در ادامه با این تیپ سوالا کارهای بیشتری خواهیم داشت. این پایان بخش اول آموزش ما. بزنید بریم با هم دیگه سراغ قسمت بعدی، تساوی مجموعه ها، که بحثای خفنی اونجا براتون دارم. فعلا خدا نگهدارتون باشه.